Linux. Linux has its roots in a student project. Has its roots in a student project. یعنی ریشهش برمیگردد به یک پروژه دانشجویی. In 1992, an undergraduate. Undergraduate یعنی چی؟ یعنی دانشجوی کارشناسی. Graduate student میشه دانشجوی تحصیلات تکمیلی. از undergraduate چیزی بدیم خط کشیش و سایدش رو کشیدتر. خب پس چی شد؟ undergraduate student میشه دانشجوی کارشناسی، graduate student میشه دانشجوی کارشناسی ارشد دکترا، دانشجوی تحصیل تکمیلی. Called Linus Torvalds was studying computer science in Helsinki, Finland. میگه که داشتش علوم کامپیوتر میخوند در سال 1992 در هلسینکی فنلاند. Like most computer science courses، مانند اکثر درس های علوم کامپیوتر، a big component of it was taught on and about Unix. خب component یعنی بخش، گاهی وقتا معنی مؤلفه هم میده، ولی اینجا بخش، اینجا معنی یه بخش بزرگی از این درس، در واقع از درسایی که این داشت، اونجا داشت درس داده میشد، در مورد سیستم عامل یونیکس بود. Unix was the wonder operating system of the 1970s. Wonder یعنی مثلا عجایب. Wonders of the world میشه عجایب، مثلا seven wonders of the world، عجایب هفتگانه دنیا. The wonder operating system یعنی میگه سیستم عامل مثلا عجیب در واقع دهه 70 میلادی بود. And 80s. دهه 70 و 80 میلادی این در واقع خدمتتون عرض کنم که این خاصیت رو داشت. بعد میگه که both a textbook example of the principles of operating system design and sufficiently robust to be the standard OS in engineering and scientific computing. دلیلش رو میاره که چرا جز عجایب سیستم عامل‌های اون دهه بود. Both a textbook example. Textbook example. ببین مثلا یه نفر توی یه فیلمی مثلا از روی رفتارهای یه آدمی گفت تو مثلا چه میدونم در بچگی پدر مادرت از هم جدا شدن نمیدونم فلان، گفت تو از کجا اینا رو میدونی؟ گفت this is textbook. جوابش این بود this is textbook. یعنی ببین تو انقدر اینا معلوم و مشخصه که دیگه تو کتاب‌های دانشگاهی می‌نویسن. تکست‌بوک یعنی کتاب دانشگاهی، ولی من تکست‌بوک اگزمپل یعنی مثلا دیگه اینا جزء مثلا واضحات علمه، واضحات اون علم باشه میگن تکست‌بوک مثلا اگزمپل. تکست‌بوک اگزمپل of the principles of operating system design میگه یه مثال واقعیه در واقع، یا مثال مشخص اصول طراحی سیستم عامل بود. And sufficiently robust. Sufficiently یعنی به اندازه کافی. Robust پایدار. To be the standard OS in engineering and scientific computing. که بشه این رو به عنوان سیستم عامل استاندارد در مهندسی و محاسبات علمی به حساب آورد. But Unix was a commercial product. Licensed by at to a number of resellers. میگه که در اون زمان سیستم عامل یونیکس یه سیستم عامل تجاری بود، یه محصول تجاری بود که باید لایسنسش رو مثلا در واقع فرض کنید که سریال نامبر یا هر چی اسمش رو بخواید بذارین، اون توسط شرکتی به نام ATETT به تعدادی از این ریسلرز، ریسلر کسایی هستند که در واقع از این
از این جای عمده از این شرکت میخریدن به جاهای دیگه خورده فروشی میکردن. And cost more than a student could pay. و بیشتر از اون توانایی یه دانشجو بودش. دانشجو نمیتونست پولشو بده، لایسنسشو بخره. Annoyed by the shortcomings of Minix, a compact Unix clone written as a teaching aid by Professor Andy Tannenbaum. Annoyed by یعنی چی؟ Annoyed شده یعنی ناراحت بوده، در واقع آزرده شده بوده. آزرده شدن میشه annoyed by. خب پس این طرف، این آقای Linus Travels اهل فنلاند، در اون زمان یه سیستم عامل فشرده یونیکس بیس به نام مینیکس داشتن. این سیستم مینیکس کلون بود. کلون یعنی چی؟ یعنی شبیه سازی شده. یعنی مثلا فرض کنید که یه چیز رو شما یه اصلی داره، یه بدلی ازش بسازین، اون میشه کلونش. یه بدل فشرده ای از یونیکس رو در واقع یه آقای به نام پروفسور اندی تننبام در واقع اینو نوشت به عنوان مثلا teaching aid، یعنی مثلا به درد استادا و دانشجوها میخورده. و این خیلی مشکلاتی داره. shortcoming یعنی چی؟ نقیصه. shortcoming میشه نقیصه. یه نقیصه هایی داشت این سیستم عامل مینیکس و این آزارش میداد این آقای Linus Travels. Linus اینجا هستیم. Linus set out to write his own kernel. Linus شروع کرد به اینکه کرنل خودش رو بنویسه. The core to an operating system. کرنل میشه هسته، core میشه هسته. هسته یک سیستم عامل. That handles memory allocation که مدیریت میکنه تخصیص حافظه رو. Talks to hardware and devices با سخت افزار، hardware devices با ادوات سخت افزاری صحبت میکنه. And makes sure everything keeps running و اطمینان حاصل میکنه که همه چی سر جاشه و داره کارش انجام میده. ما اینجا هستیم خط 20. استاد ببخش جانم، talks to hardware devices میشه با ادوات سخت افزاری صحبت میکنه یا یعنی اینکه به وسیله اونا صحبت میکنه؟ نه talks to یعنی صحبت میکنه با. وقت اونجوری میشد make sure مثلا hardware devices talk. نه این یعنی ارتباط. talks to اینجا در واقع یعنی ارتباط برقرار میکنه با ادوات سخت افزاری، ارتباط برقرار میکنه. کی؟ همون او اس. کرنل کارش اینه، در واقع در کرنل هسته او اس هست که مدیریت میکنه تخصیص حافظه رو. حرف میزنه با یا ارتباط برقرار میکنه با ادوات سخت افزاری. and makes sure everything keeps running. خب he used the GNU programming tools developed by Richard Stallman's Free Software Foundation. یه او استفاده کرد از ابزارهای برنامه نویسی GNU. GNU رو احتمالا میشناسین، که developed by که توسط آقای ریچارد استالمن، یا بهتر اینجوری بگم developed by Richard Stallman's Free Software Foundation. Free Software Foundation یه در واقع مؤسسه‌ای بود که توسط آقای ریچارد استالمن در واقع تأسیس شده بود. میگه که ادب در واقع ابزارهای برنامه‌نویسی گنو که توسعه پیدا کرده بودن توسط مؤسسه Free Software Foundation که خود اون مؤسسه توسط
ریچارد سالمن متعلق به ریچارد سالمن بود، از اینا استفاده کرد. An organization of volunteers dedicated to fulfilling Stallman's idea of making good software that anyone could use without paying. خب این داره توصیف در واقع Free Software Foundation رو میگه. این جمله آخری توصیف Free Software Foundation میگه an organization سازمانی که an organization of volunteers سازمانی از داوطلبان dedicated to که وقف کردن خودشونو to fulfilling Stallman's idea به در واقع پیاده کردن به انجام رساندن آرمان آقای استالمن. چه آرمانی؟ of making good software that anyone could use without paying. ساختن نرم‌افزارهای خوبی که هر کسی میتونست استفاده کنه بدون پول پرداختن. پس این آرمان اون مؤسسه آقای استالمن بود. و این آقای لاینس برای اینکه بتونه این اپراتینگ سیستم خودش رو بسازه، اومد از اون ابزارهای برنامه نویسی که تو همون فری سافر فاوندیشن توسعه پیدا کرده بود استفاده کرده بود و در نتیجه براشون پول مجبور نبود بده. خب ما الان اینجا هستیم. Source code is important. Source code هم یعنی اون اصل برنامه نرم افزار شما. It's the original from which compiled programs are generated. میگه اون اصل چیزی که از روی اون برنامه ها کامپایل میشن، ببخشید برنامه های کامپایل شده تولید میشن، همانا source code هست. If you don't have the source code to a program, you can't modify it to fix bugs or add new features. میگه اگه سورس کد نداشته باشین نمیتونین تغییرش بدین که باگاشو برطرف کنین یا ویژگی های جدید بهش اضافه کنین. ما الان اینجا هستیم. Most software companies won't sell you their source code. اکثر شرکت های نرم افزاری سورس کدشون رو به شما نمیفروشن. Or will only do so for an eye-watering price. اگرم بفروشن در ازای یک قیمت گزافیه. Eye-watering یعنی که گریه آور. در ازای یک قیمت گریه آوری اینو به شما میفروشن. Because they believe that if they برای اینکه بر این باورند که اگر آنها make it available it will destroy their revenue stream. اگر آنها این سورس کد رو در دسترس بکنن در میاد چیکار میکنه؟ revenue stream خودشون رو، اون جریان درآمدی خودشون رو، stream میشه جریان، revenue میشه درآمد، خراب میکنه، destroy نابود میکنه، destroy میشه نابود کردن، revenue میشه درآمد، stream هم میشه جریان. What happened next was astounding. چیزی که در ادامه اتفاق افتاد حیرت آور بود. Astounding میشه حیرت آور. From the conventional commercial software industry میگه خب from the conventional commercial software industry point of view میگه از نگاه صنعت نرم افزار، صنعت تجاری نرم افزار در واقع سنتی، صنعت conventional یعنی سنتی، از نظر دیدگاه صنعت سنتی تجاری نرم افزار and utterly predictable to anyone who knew about the Free Software Foundation. آها خب پس میگه که آنچه که بعد اتفاق افتاد از نگاه صنعت سنتی در واقع تجاری نرم افزار حیرت آور بود.
and utterly predictable. میگه در حال اینکه برای اونا حیرت آور بود. Utterly یعنی به طور کامل. Predictable یعنی قابل پیش بینی. در این حال برای هر کسی که سازمان Free Software Foundation رو میشناخت کاملا قابل پیش بینی بود. چرا قابل پیش بینی بود برای بقیه؟ اونا که در واقع Free Software Foundation میخواستن، چون میدونستن اینا اصلا هدفشون اینه که همه چی رو مجانی بکنن. ولی برای صنعت سنتی در واقع نرم افزار این خیلی حیرت آور بود. اصلا قرار نه، اصلا در صنعت سنتی نرم افزار هیچکی سورس کدش هم به شما نمیفروشه. خب ما اینجا هستیم. Programmers mostly academics and students، یه برنامه نویسان مخصوصا دانشگاهیان و دانش آموزان یا دانشجویان began using Linux، شروع کردن به استفاده از لینوکس. They found that it didn't do things they wanted it to do, so they fixed it. میگه جالبی این بود که چون اینا سورس کدش رو در دسترس همگان گذاشتن، کسایی که ازش استفاده میکردن مثل دانش آموزان، دانشجویان، دانشگاهیان و امثال هم فهمیدن آقا این لینوکسی که الان اویلیبله چیزایی که میخواستن رو نداره. It didn't do things they wanted it to do. کارایی که آنها میخواستن انجام بده رو انجام نمیده. So they fixed it. در نتیجه خودشون اومدن شروع به برطرف کردن ایراداتش کردن. چرا؟ چون سورس کد رو در دسترس داشتن. And where they improved it, they sent the improvements to Linus, who rolled them into the kernel. میگه حالا کجا فرستادن این تغییرات و این بهبودی که ایجاد میکردن و اینا رو؟ دقیقا فرستادن به آقای لاینس، who rolled them into the kernel، که این تغییرات رو به کرنل اعمال کنه. And Linux began to grow. و اینطور بود که لینوکس شروع به رشد کردن کرد. چقدر قشنگ بود این داستان. میگه که این با این آرمانی که این داشت اومد همه چی رو سورس کداش و اویلیبل برای همه گذاشت. گفت آقا شما اگه میخواین خودتون بیاین تفسیرات لازم روش اعمال کنیم. ویکی‌پدیا هم همین جوری شد. ویکی‌پدیا، ببینید قبل از اینکه ویکی‌پدیا بیاد یه سری فرهنگنامه یا دانشنامه وجود داشت، مثل بریتانیکا، مثل امریکانا، مثل نمیدونم لاروس، که مثلا یادم بریتانیکا رو مدرسه تیزوشان زمان ما شاید مثلا 40 جلد مثلا فرض کن، یه حالا دقیقا یادم نیست، هر کسی اون رو نداشت، بعد میرفتیم به قیمت گزافی اون رو میخریدیم، اونم فقط به زبان انگلیسی بود. ویکی‌پدیا با اون ایده‌ای که اون آقای جیمبو ویلز ایجاد کرد یه دفعه رو دست همه اینا زد. یعنی الان ویکی‌پدیا خدمت شما عرض کنم که بزرگترین دانشنامه دنیاست. به هر این چند زبانی که معمول دنیا، که انگلیسی که قطعاً، فارسی هم فکر میکنم هست. ولی خب ایراداتی داره. یعنی شما مثلا میرید میبینید این مقاله ویکی‌پدیا چرا این چیزا رو نگفته؟ میرید خودتون ایرادش رو برطرف میکنید. لینوکس هم همین جوری بود. اوپن سورس بود، ایراد داشت، ایرادش به مرور زمان همین جور برطرف شد. الان خیلی خیلی ریلایبله. There's a term for this model of software development. It's called open source. میگه یک اصطلاحی. Term چند تا معنی میده. یکی از معنیاش اصطلاحه، واژه است. For this model of software development. برای این مدل توسعه نرم افزار یه اصطلاحی وجود داره. It's called open source. متن باز. See opensource.org for more information. این سایت opensource.org رو برای اطلاعات بیشتر ببینید. Anyone can have the source code. هر کسی میتواند سورس کد رو داشته باشه. It's free in the sense of free speech. No free beer. Not free beer. خب میگه که in the sense یعنی چی؟ In the sense یعنی به معنای. In the sense. In the sense of. میگه همونطوری که به همون معنایی که در مورد
آزادی بیان شما میگین، سورس کد هم در واقع در اوپن سورس، سورس کد هم آزاده. Anyone can contribute to it. Contribute یعنی سهم داشتن. Contribute to it یعنی درش سهم داشته باشه. If you use it heavily, you may want to extend to develop or fix bugs in it. If you use it heavily, اگر خیلی سنگین ازش استفاده بکنی، you may want to extend. ممکنه بخوای که خودت اینو توسعهش بدی. Or develop، بازم معنی تو extend میشه، یعنی حالا یه مقداری مثلا فیچراشو اضافه بکنی به این معنا. Or develop or fix bugs، یا ایراداتشو برطرف کنی. In it. And it is so easy to give you fixes to give your fixes back to the community that most people do so. میگه انقدر آسونه که این ایرادات رو که برطرف کردی به بقیه جامعه متن باز این رو فیدبک بدی که اکثر مردم که ایرادی توش پیدا میکنن این ایرادا رو گزارش میدن و به همه اطلاع همه میرسونن. An operating system kernel on its own. میگه کرنل، ما اینجا هستیم. میگه کرنل یک سیستم عامل به خودی خود on its own isn't a lot of use. به خودی خودش خیلی فایده نداره. But Linux was purposefully designed as a near clone of Unix. And there is a lot of software out there that is free and was designed to compile on Linux. خب پس معنیش چی شد؟ And there is a lot of software out there. میگه یه عالمه نرم افزار اون بیرون هست. That is free, که مجانیه. And was designed to compile on Linux. میگه ببینید but Linux was purposefully یعنی از قصد. Purposefully از قصد. Designed as a near clone of Unix. یعنی یه بدل خیلی شبیه یونیکس ساختن لینوکس رو. و یه جورایی این معنیش اینه که مثلا بتونه از اون از اون در واقع نرم افزاری که تو یونیکس ران می شده اینجا هم بشه استفاده کرد. By about 1992 the first distributions appeared. میگه در سال تا سال 1992 حدود سال 1992 اولین دیستریبیوشن های لینوکس ظاهر شدن. appear ظاهر شدن. حالا توضیح میده دیستریبیوشن چیه. A distribution is the Linux user term for a complete operating system kit, complete with the utilities and applications you need to make it do useful things. میگه که دیستریبیوشن اصطلاحیه که کاربران لینوکس استفاده کردن. برای چه چیزی؟ For a complete operating system kit. برای یک کیت کامل در واقع سیستم عامل. یعنی مثلا شما اگر برین سیستم عامل لینوکس رو دانلود بکنین، نصب بکنین، توش ابزارهای زیادی داره. مثلا چه بسا شما میبینین که ویدیو پلیر داره، ساوند پلیر داره، نمیدونم حتی ورد پروسسور داره، معادل اکسل و نمیدونم پاورپوینت و همه چی داره. Complete with the utilities. همه یوتیلیتی های مختلفی که نیازه توش هست. And applications. نرم افزارهایی که you need to make useful things. To do useful things. شما مثلا تو ویندوز باید خیلی وقتا چیزا رو نصب می‌کردی، نصب بکنی. لینوکس مثلا دیستریبیوشن لینوکس خیلی از این چیزا رو با هم دیگه کامپکت کرده داره. مثل چیا؟ اینجا میگه command interpreters, programming tools, text editors, typesetting tools and graphical user interfaces
based on X windowing system. خب میگه مفسرای command line. Interpreter میشه مفسر. Programming tools. ابزارهای برنامه‌نویسی. Text editors. ویرایشگر متن. Typesetting tools. Typesetting tools میشه مثلا همون word processor. And graphical user interfaces. واسط گرافیکی. Based on X windowing system. خب میگه حالا یه سری که بر اساس X windowing system. X چیه؟ X is a standard in academic and scientific computing, but not hitherto common on PCs. خب من چیزی که از X میدونم اینه که شما بتونید مثلا وقتی لاگین میکنید به یه سرور بتونین به صورت گرافیکی به اون سروری که ریموت زدین وصل بشین و پنلی ببینید و این حرفا. خب حالا میگه که هیثرتو، اجازه بدین هیثرتو رو ببینیم یعنی چی. Hitherto. Until now or until a particular time. آها تا آن زمان. اینجا میشه تا آن زمان. Hitherto تا آن زمان. خب اگر کسی در مورد X windowing standard کسی توضیحات اطلاعات بیشتری داره توضیح بده. Hitherto میشه تا آن زمان. Common on PCs. میگه این X windowing system تا آن زمان روی PC ها معمول نبود. Common معمول. It's a complex distributed windowing system. این X windowing system یه windowing سیستم گسترده است. Distributed یعنی که ضد سنتراله، یعنی مثلا فرض کنید که غیر متمرکز. معنی distributed اینجا میشه نامتمرکز، یک سیستم پیچیده نامتمرکز. On which people implement graphical interfaces like KDE and GNOME. میگن KDE و GNOME یه واسطهای گرافیکی هستند که بر پایه در واقع X نوشته شدن. خب خدمت شما عرض کنم که KDE و GNOME هم احتمالاً شما وقتی لینوکس نصب کنید از شما میپرسه که کدوم در واقع اسکین رو میخواید، پنل نوم میخواید یا پنل کادی ای میخواید. اینا همشون یه جورایی واسطه های گرافیکی میشن. خب بریم خط بعدی. As more and more people got to know about Linux, some of them began to port the Linux kernel to run on non-standard computers. میگه همین طور که تعداد بیشتر و بیشتر از مردم لینوکس رو شناختن، بعضی از اونها شروع کردن کرنل لینوکس رو بر روی کامپیوترهای غیر استاندارد هم اجراش بکنن یا انتقال بدن به اونجا. پورت یعنی مثلا منتقلش کنن. Because it's free, Linux is now the most widely ported operating system there is. میگه به خاطر مجانی بودن لینوکس این سیستم عامل در واقع بیشتر از هر سیستم عامل دیگری پورت میشه، توی سخت افزارهای دیگه هم استفاده میشه. مثلا فرض کنید رزبری پای رو وقتی که ساختن
سیستم عاملش رو لینوکس انتخاب کردن. چرا؟ چون در قیمتش رو اضافه نمیکنه. الان مثلا شما وقتی در کشورهای خارجی یه لپتاپ میخرین، یه پی سی میخرین، یه مبلغی اضافه میدین بابت سیستم عامل ویندوز، بعد مثلا میخواید هومش بشه پروفشنال، باز قیمت اضافه تر باید بدین، بشه آلتیمت باز اضافه تر، نمیدونم این حرفا. میگه اونی که خب تو اون کشورها چون لایسنس داره، در واقع سیستم عامل ویندوز لایسنس داره، خیلی جدیه، باید رعایت بکنن. در نتیجه اونی که یه هاردور میسازه، این هاردور جدیدش رو سعی میکنه بره از روی سیستم عاملی بگیره که پولی بابتش نده، در نتیجه قیمت تموم شدهش که به دست مشتری میرسه ارزون تر باشه. وقتی میگه که نان استاندارد کامپیوترز، مثلا همین رازبری پای و اینا رو داره میگه. رازبری پای احتمالا خیلی از شما بدونین چیه. میدونین چیه؟ بسیار عالی. خب اینم از متن ما. بریم سوالا رو جواب بدیم. سوال کسی نداره؟ خب تمرین. میگه که match the terms in table A with the statements in table B. میگه اصطلاحات جدول A رو با گزاره های جدول B تطبیق بدید. A kernel. کرنل چی میشه؟ علی 6 میشه. میشه به اصطلاح the core of an operating system، هسته در واقع یه سیستم عامل. Free software foundation. An organization of volunteers dedicated to making good software that anyone could use without paying. Volunteer هم که میشه داوطلب. آره میشه 5. Source code. میشه 1. ببینم type of software development where. نه اون میشه open source. DB میشه 2. بله میشه 2 source code میشه 2. خب D هم که گفتم open source میشه type of software development where any programmer can develop or fix bugs in the software میشه open source که هر پروگرامری میتونه بهترش کنه. A distribution. E چی میشه؟ گفتین که a complete operating system kit with the utbale 3 میشه. خب X windowing system یه نمیشتر نمیده. درسته میشه 4. من فکر میکنم که آره درست. ببینید فکر کنم حالا فهمیدم. ببینید چند تا ویندوینگ سیستم که از روش گرافیکال یوزر اینترفیس میسازن وجود داره. یکیش همین اکس، یکی دیگهش بکنم کیوتیه. چند تا از اینا هستن؟ من چون رشتم کامپیوتر نیست دقیقا نمیدونم. خب mark the following statements as true or false. Linux was created in the 80s.
درسته؟ ببین آقای لاینس کی بود؟ آقای لاینس نه دیگه 92 بود، غلطه، فالسه. این ای فاس Minix was created by a university student. True or false? Minix رو کی درست کرده بود؟ آقای اندی تننبام، ولی student نبود. False. استاد بود، دکتر بود. Linux is based on Unix. True or false? C. Linux بر اساس یونیکس نوشته شد. درست یا غلط؟ C. آره دیگه، لینوکس یونیکس بیسته، پس همینه که کلی از اون نرم افزارهایی که تو یونیکس بود در واقع میشد ازش استفاده کرد. این چوه؟ Minix is based on Unix. شماره D. درست یا غلط؟ تا اینجا فقط خانم واحدی به نظر من نمره کلاسیشو گرفته. من کس دیگه یادم نمیاد. True. بله درسته، یونیکس هر دوتاشون بر اساس لینوکس هم. خیلی خوب، خدمت شما عرض کنم که بریم قسمت بعدی. میگه که Linux runs on more types of computer than any other operating system. درسته غلطه؟ بله درسته آقای دهایی، به خاطر مجانی بودنش اومدن روی خیلی از این آپریتینگ سیستم‌ها استفاده کرد، روی خیلی از هاردورها استفاده کرد. یه نکته هم بگم، ببین شما خیلی وقتا لپتاپ می‌خرین، بعد ما علامت مثلا ویندوز روش نداره. وقتی علامت ویندوز روش نداره معنیش اینه که این سازنده وقتی داشته این لپتاپ رو می‌فروخته ویندوز روش نداشته و در نتیجه که مثلا قیمتش ارزون تر در بیاد. ولی یه سری لپتاپ ها دیگه هست تو بازار که علامت ویندوز روش داره. حالا قدیما مثلا یه برچسب بود روش، حتی پرادکت کیه ویندوزتون هم می نوشتن، ولی الان دیگه نمی نویسن. اون کامپیوترهایی که علامت برچسب ویندوز روشون هست، اون لپتاپ هایی که برچسب ویندوز روشون هست، اینا رو شما وقتی که ویندوز رو روش نصب بکنید، یعنی ویندوزی که از سایت مایکروسافت دانلود میکنید، خود به خود اکتیویت میشه. چرا؟ چون کارخونه مشخصات این لپتاپ رو داده به مایکروسافت، گفته که آقا من یه پولی میدم، شما لایسنسش رو به من به ازای این کامپیوتر در واقع بفروش. هر جای دنیا باشین شما میتونید اون رو اکتیویتش کنید، یعنی نیاز ندارین از این برنامه های کرک و اینا استفاده بکنید تا اکتیویتش بکنید که خراب بشه سیستم عاملتون، رجیستریش بریزه به هم. خب بریم به صفحه قبلی. خب میگه find the answers to these questions in the following text. What did Linus Torvalds use to write the Linux kernel? این آقای لینوس لاینس چی استفاده کرده بود برای نوشتن کرنل لینوکس؟
از چه ابزاری استفاده کرده بود؟ تولهای در واقع مجانی Free Software Foundation، بله GNU. How does the Linux kernel first? How was the Linux kernel first made available to the general public? خب این چی جوری هم فکر کنم اولش فقط کرنلش بود ها؟ آره فکر کنم همین بود. ببینم What happened next? And autonomous programmers most likely began using Linux. They found that there's a term. It's called open source. کمی سوالش من جواب دقیقش رو اینجا پیدا نمی کنم، ولی فکر کنم جوابش رو میتونیم خیلی از چیزها بدیم، مثلا همین که خانم بایدی نوشتن release the open source، ولی اینو دقیق اینجا ننوشته. میتونیم بگیم که مثلا دیستریبیوشنش رو در سال 1992 دادن. خب سوال سه، what is a programmer likely to do؟ بذارید خط 26 27 ببینم. He released the source code to the Linux kernel. آه درست میگیشم. آره درست نوشته. خب پس بله. درست. خب سوال سه. What is a programmer likely to do with source code? یه برنامه نویس ها احتمالاً با سورس کود چی کار میکنن؟ مادیفایش میکنن، تغییرش میدن، دیباگش میکنن، فیچر بهش اضافه میکنن. درسته آقای دهایی درست گفتن. Why will most software companies not sell you their source code. چرا؟ چون که در واقع میگن که نابود میشن. بیزنسشون نابود میشه اگر سورس کدشون رو بفروشن. What type of utilities and applications are provided in a Linux distribution? Type setting، نمیدونم text editor، command interpreter و اینجور چیزا. What is X? A standard windowing system to develop graphical user interface. What graphical user interfaces are mentioned in the text? کدوم رو گفته بود؟ یکی نوم رو گفته بود؟ یکی KDE. نوم. بسیار عالی. خب بریم بالا ببینیم که دیگه چی میپرسه از ما. بریم از ابتدا شروع کنیم. خب اینا که گرامره. بریم قبل ترش پس. Study the screen display and answer these questions. How do you enter Unix commands? Which Unix command does it show? Hope you know to give it that this one. I'm going to match the labels to the four layers of this diagram with the help of a diagram caption.
خیلی خوب میگه که این چارت هایی که اینجا نوشته شده، این چارت ها عبارت Application Programs, User, Hardware و Operating System، این لایه ها کدومشون باید اینا باشن؟ این درونی ترین لایه چیه؟ اول بریم ساده ترینشون. بالاترین لایه چیه؟ یا کیه؟ بیرونی ترین لایه از این چارتا. یوزره. بله یوزره. پس A یوزره. پس اینو می‌سیم A. خب بعد چیه؟ یعنی بعد از A اینجا چی میشه؟ B چیه؟ B نه بله درسته، اپلیکیشن پروگرامز درسته. بعد چیه؟ بعد آپریتینگ سیستم درسته، و بعدش هم هاردوره. خب میگه که read this text to check your answer to find the answer to these questions. What difference is there between application software and operating systems? خب به اینا رو میدونید شما. When a brand new computer comes off the factory assembly line, خب factory assembly line. اسمبلی لاین چی میشه؟ کسی میدونه؟ اسمبلی لاین میشه خط تولید. یعنی تولید انبوه که میکنن اینجوری میشه که هر انگار یه خط، یه صفه ایستگاه به ایستگاه، هر قسمت مسئول افزودن یک قطعه خاص یا یک ماجول خاصه. آقای هنری فورد که ماشین فورد به نامشه، یه جورایی پدر این کاره. فهمید اگر این بیاد خط تولید داشته باشه که هر کارگری مخصوص یه کار باشه، یه قطعه بیاد هر قطعه همینجور اضافه بشه تا وقتی به آخر خط میرسه کامل بشه. قبل از ایشون اینجوری انجام نمیشد. میمدن اول همه قسمت های یه دونه ماشین رو درست میکردن، ماشین تموم میشد میرفتن سراغ ماشین بعدی. اینجا بعد ایشون گفت نه، سرعت رو میاره پایین، و این اومد اینو آورد. Assembly line یعنی خط تولید. It can do nothing. When a brand new computer comes off the factory assembly line, it can do nothing. میگه وقتی یک کامپیوتر نو از خط تولید کارخونه میاد بیرون، هیچ کاری نمیتونه انجام بده. The hardware needs software to make it work. سخت افزار به نرم افزار نیاز داره تا بتونه کار کنه. Are we talking about application software such as word processing spreadsheet software? Partly. آیا ما در مورد نرم افزارهای کاربردی مثل در واقع اکسل و نمیدونم ورد و اینا صحبت میکنی؟ تا حدودی. Partly. But application software package doesn't communicate directly with the hardware. یکی این برنامه‌های کاربردی، پکیج برنامه‌های کاربردی به طور مستقیم با هاردویر صحبت نمی‌کنه. Between the application software and the hardware is a software interface and operating system. یه این بین برنامه کاربردی و سخت افزارها یه نرم افزار واسطی هست به نام سیستم عامل. An operating system is a set of programs that lies between application software and the computer hardware. The most important program in the operating system, the program that manages the operating system, is the supervisor program. Supervisor یعنی چی؟
یعنی مثلا نگه، مثلا فرض بفرمایید که مسئول، کسی که مراقبه. خیلی وقتا به استاد راهنما میگن supervisor. Most of which remains in memory and it is thus referred to as resident. Thus یعنی چی؟ Thus یعنی در نتیجه. Referred to اینجوری بهش اطلاق میشود. As resident. مثلا برنامه مقیم بهش میگن، برنامه که همیشه تو حافظه هست. Resident یعنی مقیم. The supervisor controls the entire operating system and loads it and loads into memory other operating system programs from disk storage only as needed. Again, the supervisor controls the entire operating system and loads into memory other operating system programs from disk storage only as needed. پس چی شد؟ supervisor برنامه supervisor، برنامه نگهبان، برنامه مراقب، همه سیستم عامل رو کنترل میکنه و برنامه های سیستم عامل رو. ببخشید بچه ها، داشتم میگفتم که میگه که پس این برنامه مراقب که همه سیستم عامل رو کنترل میکنه چی کار میکنه؟ میگه که دیگر برنامه های سیستم عامل، شما باید بیاید از این خط در واقع معنی کنید، other operating system programs، دیگر برنامه های سیستم عامل رو از دیسک، از استوریجتون، از دیسکتون فقط در صورتی که مورد نیاز باشد لود میکنه داخل حافظه. پس از شما ترتیبش فارسی که بخواد ترجمه کنه باید فرق باشه ترتیبش. An operating system has three main functions. یه چیزی که آسونه رو من دیگه ترجمه نمی کنم. Manage the computer's resources، منابع کامپیوتر رو مدیریت کنه. Such as the central processing unit CPU, such as Hamchon. Memory, disk drives, and printers establishes a user interface and executes and provide services for application software. Keep in mind, در نظر داشته باشید, however, that much of the work of an operating system is hidden from the user. خب میگه که در نظر داشته باشید که اکثر کار operating system از دید کاربر مخفیه. In particular, یعنی به خصوص, the first listed function managing the computer's resources is taken care of without the user being aware of the details. Furthermore, yani alawa bar in, all input and output operation, although involved by an applications program, are actually carried out by the operating system. خب میگه به علاوه همه عملیات ورودی و خروجی اگرچه توسط برنامه های کاربردی در واقع استارتشون میخوره، invoked یعنی که تحریک میشه، استارتشون میخوره، ولی are actually carried out by the operating system، ولی واقعا توسط سیستم عامل انجام میشن. carry out یعنی اجرا شدن، اجرا کردن. پس invoke یعنی
تحریک کردن، استارت چیزی رو زدن. although یعنی با وجود اینکه، بذارید من اینجا بنویسم although، خط بکشم. همه این کلماتی که من زیرش رو خط میکشم، شما باید آماده داشته باشید که به امتحان ازشون سوال میاد. اگرچه توسط کاربر، اگرچه توسط برنامه های کاربردی استارتشون زده میشه، ولی در حقیقت توسط سیستم عامل انجام میشود. Complete the gaps in the summary. In this summary of the text on operating systems using these linking words and phrases. این کلمات رابط هستند. Although با وجود این که، اگرچه ببخشید، اگرچه. Although اگر اول جمله بیاد میشه با وجود این که، ولی وسط جمله اگرچه بیشتر معنی میده. In addition به علاوه، because but چون، such as همچون، بعد میگه but ولی، therefore در نتیجه. خب پس although اگه وسط جمله بیاد یه معنی میده و اول جمله بیاد یه معنی میده. The user is aware of the effects of different applications programs. میگه که اینو دیگه شما باید کمک کنید. The user is aware of the effects of different applications program. اینجا باید چی بذارم؟ چه حرف ربطی باید اینجا بذارم؟ But operating systems are invisible to. آها فکر کنم بات آره معنی میده، درسته بات، درسته. ولی although میتونه معنی بده although operating systems are invisible to most users. The user is aware of the effects of different applications program. The user is aware of the effects of different applications program, but operating systems are invisible to most users. But من به بات باش حس راحت تری دارم. The user is aware of the effects of different applications program, but operating systems are invisible to most. آره بات به نظرم درست تره. Although که حالا بگذاریم. They lie between, they lie یعنی که مثلا این lie معنی دراز کشیدن میشه. ولی lie اینجا معنیش در واقع اینکه جاشون اینجا مستقر میشوند. They lie between applications program. مستقر میشوند بین برنامه های کاربردی. خب اینجا باید چی بذارم؟ داره مثال میزنه، پس باید چی بنویسیم؟ Such as، بله، Such as word processing and the hardware. همچون برنامه های در واقع پردازش مت و سخت افزار. The supervisor system is the most important. It remains in memory. خب اینجا چی باید بذارم؟ therefore بله تو متن نوشته بود thus و therefore هم معنی هست. It is thus or therefore is referred to as resident. به این دلیل که داخل مموری میاد بهش میگن، آره پس بهش میگن resident. Others are called non-resident. اینجا باید چی بذارم؟ چی؟ They are loaded into memory only because، بله میگه بقیه رو بهشون میگن non-resident، غیر مقیم، برای اینکه فقط وقتی مورد نیاز هستن به حافظه لود میشن. خب operating systems manage the computer's resources. نقطه چین، the central processing unit. خب اینجا باید چی بنویسم؟ اینجا یه کلمه تکراری باید استفاده بشه. Operating systems manage the computer's resources. ریسورس ها رو داره میگه. مثل چی؟ مثل central processing unit. دوباره such as. بله such as. خب بعد پس اینجا such as شد. بعد میگه نقطه چین، they establish a user interface.
اینجا به علاوه باید بگذاریم in addition. بله تو متن نوشته بود furthermore. Furthermore و in addition هر دو با هم هم‌معنی هستند. They establish a user interface and execute and provide services for application services for application software. خب نقطه چین input and output operations are invoked by application programs. They are carried out by the operating system. چی باید بنویسیم؟ Although میگه با وجود اینکه یا اگرچه ورودی عملیات ورودی خروجی توسط برنامه های کاربردی استارتشون زده میشه ولی توسط در واقع سیستم عامل اجرا میشن. این ولی که ما میگیم تو فارسی توی ساختار انگلیسی وجود نداره. این اگرچه although که میگیم اگرچه یا با وجود اینکه است، این ولی اونجا نمی نویسن تو انگلیسی، ما تو معنی ترجمه فارسی ولی میگیم نه but نمی نویسن. خب اینجا هم که در مورد ing داره صحبت میکنه، میگه ing form به عنوان اسم استفاده میشه. مثلا میگه که managing the computer's resources is an important function of the operating system. managing میشه اداره، اینجا دیگه فعل نیست، اسمه. اداره منابع کامپیوتر یک عمل، بذارید من اینجا خط بکشم، یک عمل کرده در واقع مهمه سیستم عامله. The operating system starts running the user interface. خب دیگه another function of the operating system is executing and providing. نه همه اسمن. Without the user being aware of the details. بدون اینکه کاربر مطلع باشه از جزئیات، ما اینجا هستیم. The operating system manages the computer's resources. We begin by focusing on the interaction between a user and a PC operating system. We look forward to having a cheaper and faster computer. We look forward to having cheaper and faster computers. Look forward to یعنی چی؟ یعنی امیدواریم که، یا برای همچین چی معنی میده. Look forward to، منتظرش هستیم. Look forward to مثلا منتظر چیزی بودن، امید چیزی رو داشتن. خب اینجا مثلا اگر بگه I'm looking forward to having it، بازم اشتباه نیست. این شما معمولا توی جملات دو تا ing ندارین، ولی اگر اینجا استفاده بکنین چون having اینجا اسمه مشکلی نداره. I'm looking forward to having cheaper and faster computers. چرا؟ چون این ing دومی اسمه، ing اولی فعله. خب rewrite each of these sentences like this. An important function of the operating system is to manage the computer's resources. Managing the computer's resources is an important function of the operating system. خب این که دیگه اصلا تمرینه. Try to find the commands from the lists below which will have these actions. خب به به. خب VMS کسی میدونه چیه؟ VMS یه در واقع سیستم عامل خیلی قدیمیه که مثلا حتی گرافیک و اینا هم نداشت. اوکی خب این داره چی میگه؟ find the commands from the list below which will have these actions.
List all the files in the direct. Oh, این کامند های یونیکس رو میگه کدومشونه. آره خب این دیگه فکر کنم اصلا یه درس لینوکس میشه دیگه، فکر کنم شما میدونید. معذرت میخوام، ببین این اتفاق آه نه همین، ببین میگه که اینا کامندای وی ام اس هن، اینا کامندای یونیکس هن. آره وی ام اس یه اپرینگ سیستم خیلی قدیمی، همونجوری که شما داشتم میگفتم، و اینا کامندای وی ام اس هن. میگه اینا رو ببینید تو این لیست کدوم میشه، یونیکس ها رو میگه ببینید کدوم میشه تو این لیست. شما فکر کنم یونیکس رو آشنا باشین باش. وی ام اس میگه منسوخ شده تقریبا، حداقل توی پی سی ها دیگه استفاده نمیشه. اینا رو فکر کنم بلدین دیگه، درسته؟ ام وی یعنی موو، نمیدونم آر ام یعنی پاک کن و این داستان ها. Name one system used an IBM mainframe. ببینیم که بالا چه خبر بود. Work in pairs A and B. Each of you has information about some popular operating systems. Find out from the information you have and by asking each other the answers to these questions. Option A, your information is on page whatever. Name one system used on IBM. Which operating system is Linux related to? Name an IBM operating system similar to MS-DOS. خب بسیار خوب بریم جلو. The description of the Mac OS X is drawn from the table below. Write a similar description of Linux. Mac OS X is a Unix-based operating system designed for use on Apple Mac computers. It includes memory protection, preemptive multitasking, and symmetric multiprocessing support. Preemptive خیلی کلمه قشنگیه. کسی میدونه یعنی چی؟ preemptive میشه پیش دستانه. اینجا preemptive multitasking یعنی بدون اینکه کاربر مثلا درخواستشو بده، این خودش میاد multitasking رو در واقع مثلا چیز میکنه، اعمال میکنه. خب خدمت شما عرض کنم که preemptive attack میشه حمله پیش دستانه، یعنی طرف میدونه که این کشور متخاصم ممکنه بهش حمله کنه، قبل از اینکه اون حمله رو شروع بکنه این حمله رو آغاز میکنه، آغازگر حمله میشه، میشه preemptive attack. خب میگه که graphics are provided by a graphics engine known as Quartz. It has advanced PDF standards support, OpenGL and QuickTime integrated into the OS. The operating system features are accessed through a graphical user interface called Aqua. ببین برای اون موقع اینا چیز بود دیگه، خیلی پیشرفته بوده مثلا، ولی خب هنوز سعی کرده که حفظ کنه برتری خودش رو. خدمت شما عرض کنم که graphics engine یعنی مثلا اون برنامه مدیریت گرافیکش. بعد دیگه چی؟ بعد میگه مثلا سورس کد مک اویلیبل نیست. خب معلومه دیگه، مک روی شرکت خصوصی نوشته که نمیخواد خواست پول در بیاره. خیلی خوب، خسته نباشید.